بینندگان عزیز سلام بر شما با برنامه 28 کانال جمهوری پنجم ما شما را خوش آمدید میگم. در این برنامه بحث دو به دو داریم با جناب دکتر محمد نظیف محب شهرانی، پروفسور مردم شناسی در دانشگاه ایندیانا ایالات متحده آمریکا و از تیوریسنای برجسته افغانستان. شهرانی صاحب، شما در تازه ترین جرقه مردمی یا خشم مردمی که در پنجشیر شراره زد، نگاه شما چی است؟ به نام خداوند جان آفرین، سلام به شما، سلام به همه بیننده های برنامه های خوب شما. موضوع جرقه ای که در پنجشیر امروز رخ داده اطمینان دارم این فقط هم قسمی که گفتیم یک جرقه شروعی است و این دوام خواهد داشت، برای از اینکه مردم در این 4 ماه از کسایی که هی آلتی بدبختی و یک آلتی غیر قابل باوره در افغانستان از لحاظ فقر، از لحاظ شکنندگی اجتماعی، سیاسی، همه چیز که هیچ وقت در طول تاریخی اقلا نمی 140 سال گذشته افغانستان تجربه نکرده. این واقعا ما در یک شرایطی قرار داریم که پیشینه تاریخی کم داشته و داره و مردم حالا درک کرده روان هستند که طالب با یک مفکوره کاذب ادعا میکنند که اینا در سراسر مملکت مستولی هستند، اما چگونه اداره؟ اداره ای که نه به احتیاج مردم توجه داره و نه به ضرورت های مردم رسیدگی میکنه، بجز زور و زور خشونت، کشتار، اینا کدام چیز دیگه و در کشور به ارمغان نیاوردن. واکنش خشمگین پنجشیر شما چرا فکر میکنین که یک شروع یک موج مقاومت است؟ ببینین، مردم ما بسیار مردم با صبر هستند، با حوصله هستند. اینا 4 ماه بر طالب وقت دادن. در طول 4 ماه همه چیزایی را که طالب ادعا میکرد که به افغانستان میارن، که البته یک جزی از او امنیت بود، نتانستان آوردن. و مردمی غیور پنجشیر بیشترین رنج را ممکن در این 4 ماه گذشتاندن. حمله های بسیار خشونتباری نظامی از اینا بالای مردم پنجشیر و کشتارهایی که صورت گرفته و البته از طریق رسانه ها طالبان نگذاشتن این چیزا برملا شوه و قراری معلوم قبرها یا گورستانهای دست جمعی هم پیدا شده. ممکن است که اونمو جرقه بوده باشه که یک فردی جوانی را که او هیچ کاری دیگه ای نکرده و جزی که در پشت خودش گندمی داشته برای با آسیاب بردن و آرد کردن. آینده طالب در پنجشیر شما چیگونه میبینید؟ پنجشیر البته نقطه بسیار مهمی هست برای اینا. نقطه بود که در دوره اول حکومت داریشان در اونجا مقاومت شروع و بالاخره نتونستن موفق شوند. پنجشیر یک سمبول است و هر چیزی که اونجا میگذره برای اینا دردآور است، رنجآور است و پنجشیری ها و مردم اندراب البته به صورت کلی در این 4 ماه توانستن مقاومت رزمی ادامه بدن و ای البته موجب پریشانی طالب است. اما این پریشانی تا بهار به عقیده ما تیاری میگیرم با آمدن بهار سال نو یک اقدامی و یک قیام ملی در برابر این جنایتکارا شروع شود و بالاخره به یک شاله کلانی تبدیل شود و انشالله که در برابرشان این قیام آمدنی است. ما فقط یک کمی دیگه خود ما صبر و حوصله بکنیم. در این بحران فعلی نقطه ضعف و نقطه قدرت طالب چی است در حفظ قدرت؟ نقطه ضعفشان عدم توجه به خواسته های مردمشان است، عدم داشتن مشروعیتشان است و اتکا و قدرت و به زور و خوف و خشن بودن است. اما نقطه ضعف بزرگترشان از لحاظ اسلامی هست که هیچ یکی از کارهای از اینا با ارزش های قرآنی هیچ سر نمی خوره. آیا عامل وابستگیشان با پاکستان به عنوان یکی از نقاط ضعف قوی وجود دیده نمیشن؟ از لحاظ ما مسلمان ها، از لحاظ افغان هایی که 99.9% مردم ما مسلمان هستند و
بیشترشان با قرآن آشنایی بهتر از طالبا دارن. من اینو میخواستم بگم، این نقطه ضعفی کلانتر است، برای از اینکه اینا که دعای اسلامی میکنن باید به اساس اسلام عمل بکنن، اما نمیکنن. یعنی شما عامل طالب، عامل جنگ طالب بیشتر بود اسلامی میتن یا بود استخباراتی و سیاسی داره؟ اینها در حقیقت یک جریان قومی هستند، یک جریان قبیلوی هستند که اتکا و وابستگیشان به خارج است و ای البته جزی فرهنگ سیاسی متولی 140 ساله افغانستان است. هیچ نظامی در طول تاریخ 140 سال افغانستان بعد جز دولتی نوماهی حبیب الله کلکانی و هم یک قسمتی از حکومت امیر امان الله خان بدون وابستگی مستقیم خارجی در افغانستان هیچ وقت حکومت نکردن، نتوانستن، و آخرینی از اونا امروز طالباست که بازم امین نقطه شما یادتان باشه. پس عامل طالب به عنوان عامل قدرت غالب، نقطه قدرتش چی است از نظر شما؟ خب نقطه قدرتش البته خشونت است، زورگویی است و تمام امکاناتی را که به دست داشته، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی، یعنی از لحاظ اسلحه و اینا، از بیرون برشان داده شده و اینا بر منافع ما هم میگیم که ما این حکومت ها را حکومت های کرایی میگم. ما در افغانستان از سال 1880 به این طرف بجز حکومت های کرایی هیچ نوع حکومت دیگری نداشتیم و این طالبا آخرین گروهی هستند که به قسم کرایی آورده شدند و البته در پهلویی که منافع بیرونی خصوصا پاکستان را تامین میکنند، البته منافع قومی خودشان در نظرشان هست و به نام قومشان، با وجودی که من باید اصرار بکنم که اینا نمایندگی از قومی بزرگ پشتون نمیکنند، اینا نماینده از اینا از کی نمایندگی میکنند؟ اینا از یک قشری در جامعه پشتون نمایندگی میکنند که اونا ملاها هستند. اونا کسایی هستند که بسیار خب، یعنی معنای گپ شما ای است که حکومت های کرایی از جمله آخرین مدلش که طالبان باشه عامل استقرار نظام سیاسی نیست، یعنی عمر کوتاه داره، یعنی منظور شما می است حکومت های کرایی اتکا در خدمت کسایی هستند که کرا برشان پولی و اصطلاح کرایی رو برشان میتن. از اولیاز هدفی از اینا همی است که باید بادار خوده، اون منبعی که برشان اینا رو تمویل میکنه باید خدمت برای از اونا بکنن. از اون لحاظ اینا به مردم ضرورت ندارن، اینا از اون لحاظ به مردم، چون ببینین در جوامی دموکراسی مردم حکومت ها ثروت موجبی خلق ثروت میشن و برای مردم شرایط طوری عیار میکنن که مردم ثروت پیدا بکنن. اونا که ثروت پیدا کردن در پهلوی از اون مالیه میتن و او مالیه است و بالاخره باعث از این میشه که اونا رأی بتن و از طریق رأی حکومت به میان بیارن. در افغانستان ما هم که چیزی نداشتیم. شما فرمایشات شما بیانگر یک جامعه شایسته سالار یا مردم سالار است، اما ما میبینیم در تاریخ افغانستان که در مجموع 140 سال که شما میگین و خصوصا بعد از 43 سال اخیر، بعد از سقوط جمهوری اول، افغانستان مکان بوده که هیچ نظام سیاسی، هیچ مدل نظام سیاسی در اینجا پا نگرفته. این آسیب شناسی را شما چیگونه میبینین؟ یعنی از این بعد پا میگیره؟ فرهنگ سیاسی افغانستان چهار پای است، چهار تا پا داره، چهار تا رکن داره. رکن اولش بسیار مهم است، رکن فرد محوری است، خود محوری است، اما اژدهای خودی است که البته رکن اساسیش بوده که از طریق سلطنت در افغانستان به میان آمد و تا به امروز دوام داره. نامش اگر رئیس جمهور بگوین، اگر پادشاه بگوین، هر کی بگوین، یا امروز امیر بگوین، کلگیشان خود محور هستن و فرد محور هستن. مسئله دومش قوم محوری است. مسئله سوم استفاده ابزاری از دین است که هیچ وقت به ارزش‌های دینی اینا عقیدتمند نبودن و عقیده هم ندارن، فقط یک ابزاری که از او استفاده شده. و رکن چهارمش وابستگی به بیرون است. به این لحاظ است که اینا
وابستگیشان البته از خارج باعث این میشه قدرت به دست بیارن، خود محور شوند و بعد از او قوم محور شوند. معنی نیست که یعنی کسی به نام یک قوم میتونه ادعای داشته باشه ای که آیا او قوم کاملا از اینا طرفداری میکنه و اینا نماینده واقعی اونا هست. مسئله دوم است که من در افغانستان فکر نمیکنم تمام قوم بزرگ پشتون از یکی از هیچ یکی از این قدرتایی که در گذشته بودن به صورت کل طرفداری کرده باشن یا برشان مشروعیت بخشیده باشن. من به حیث یک مردم شناسی که با افغانستان عمر خود گذشتاندیم در مطالعه براتون میگم که این حکومت های گذشته آنقدر ظلم و جبر و بدبختی را که بالای مردم قوم بالای یک قشر یک قسمتی از مردم پشتون آوردن هیچ کس از اینقدر ظلم و جبر ندیده و یک قشری هم که در گذشته ها زجر کشیده اینمی طبقه ملا هاست. شما ببینید طبقه ملا و چلیا و به اسلامی کسایی که در جامعه پشتون خصوصا به اسم ملا اینا چی میکردن، اینا پایین ترین افراد طبقه جامعه خودشان بودن و حالی شرایط به طوری شده که اینا به قدرت آمدن. من میخواستم براتون بگویم در یک جامعه که مردم از طریق مالیه خود یک حکومت تمویل نمیکنه و برای تعیین یک حکومت دست ندارن از طریق انتخابات یا راه دیگه، شما نمیتونین یک حکومت مشروع داشته باشین و حکومت ها اصلا به می لحاظ است که برای مردم وقف نمیگذارن. اینا به می لحاظ است که ما در افغانستان هیچ وقت در طول 140 سال حکومت مشروعی که مردمی بوده باشه هیچ وقت نداشتیم و هنوزم نداریم و آیندیش هم بسیار مشکوک است که آیا ما به اونجا خواهد رسیدیم یا نه. آنچه که شما تا حالا فرمایشاتی داشتین یک بررسی از گذشته ناکام بود که روح سلطنت در کالبد جمهوری زنده میشه و در کالبد جمهوری در این حال روح قومیت دمیده میشه و نامش هم میگذارن مردم سالاری که این با شکست مواجه شد. حالا چه نوع نظام سیاسی قرار است ثبات دائم بیاره؟ یعنی تا حالا رژیمای کرایی همیشه نا استقرار بودن، موقتی بودن. آیا شما فکر میکنین که در این جغرافیایی که ما دربارش حالا صحبت میکنیم کدام نظام سیاسی شکل بگیره که متفاوت باشه از گذشته خود؟ همین نظام های کرایی در افغانستان چی مشکلاتی فرهنگی سیاسی در جامعه ما بار آوردن؟ اول و بسیار زیاد مهم این است که اینا همون قسمی که قبلا هم گفتم فردگرا و علتی یعنی به شکلی که فردگرایی تمثیل کرد خود تمرکز قدرت بود. یعنی تمام قدرت یک فرد یا چند فرد در دست داشتن و بعد از او استفاده از قومیت کردن که او بلای خیشخوری را در جامعه ما آورد و در بلای خیشخوری در پهلوی از او البته از رفاقت و عرفایی که به اصطلاح چی میگن کرپشن و کرپشن هم اما کرونیزم به انگلیسی میگن که شما خوب بلد هستین. کرونیزم یعنی اینا خیش نیست، افراد هستن که باز به کرا گرفته میشن. یک زنجیری استعمار داخلی یک بله استعمار داخلی و یک زنجیره وابستگی در جامعه خلق میشه. یعنی خودشان وابسته به بیرونی ها هستن، باز کسایی که در قدرت هستن باید کسای دیگر را برای خود وابسته بسازن و این زنجیری است که البته در جامعه ما وسعت پیدا کرد و بعد از او رشوت خوری و سوء استفاده از قدرت است. این یک شکلی کنترل است، یک شکلی است که حکومت ها در حقیقت تشویق میکنن که مردم رشوت خور شوند. وقتی که رشوت خور شدن اینا اونایی را که دوست ندارن و اونایی را که خوش ندارن با بسیار سادگی میتونن که بگوین و خدا پاکم نشان بتن که اینا رشوت خور هستن و اونا را از صحنه بیرون بکنن. یک طرف دیگری بلایی است که ما هویت‌های جامعه را، هویت‌های فرهنگی را سیاسی ساختن. امروز قومیت در افغانستان و بسیاری هویت‌های دیگه فرهنگی به اندازه سیاسی شده که ما نمیتونیم حتی با هم دیگر اعتماد بکنیم. این یک مشکلی بسیار کلانی دیگر را بر ما آورده که او بحرانی اعتماد در جامعه است. به هیچ حکومتی مردم اعتماد ندارن. به ملیاز در مطالعاتی که ما کردیم در قسمت‌های پایینی جامعه در محلات در دیهات اینا مردم حکومت‌های موازی خلق کردن. مشکل خود میرن
با ریشه فیدا حل میکنن. در شرایطی که استیلای طالب به وجود آمده، حال خب مردم به حکومت های موازی مراجعه نمی کنن. اینا می خواهند که به عنوان یک عامل مسلط همه چیز بر محور فرد و قدرت یک قشر متمرکز بسازن که امور قمام شده. آیا شما این مسائل را که میگین با عبور از طالبان میگین یا در شرایطی که طالبان سر قدرت هستن اصلاحات بیاید یا اصلاحات نخواهد آمد که منجر به بحران بیشتر شود؟ نظام طالبی با نظام های قبلی هیچ فرقی ندارد از لحاظ ساختاری، از لحاظ تعامل، از لحاظ رابطه با مردم. امو عدم اعتمادی که با حکومت های قبلی بنابر تعاملاتی از اونا با مردم وجود داشت، حالی ای بیشتر وجود داره، زیادتر شده. از اون لحاظ من میگم که هنوز هم امو حکومت های موازی امیاله هم در خصوصا در مناطقی که مردم با طالبا در تقابل بودن و در 20 چند سال جنگ کردن در مقابله بودن، اونا هنوز هم پیش طالب برای حل مشکل خود نمیرن. اگر رفتن هم مشکلات حل نشده. بسیار خوب، یعنی از نظر شما بعد از این کار با کجا میکشه؟ به این حالت ادامه پیدا میکنه یا ما جامعه را دستخوش تغییراتی میبینیم که دراماتیک است؟ یعنی شما فکر میکنید که به مثل دوره کرزای و احمدزای و دوره قبلی همین رقم ادامه پیدا میکنه؟ تعاملات سیاسی مشابه در گذشته بوده که ما را به اینجا کشانده و گفتم یک قطبی عمده از او وابستگی به قدرت‌های خارجی بوده. خصوصا 40 سال قبل یک یا دو یا سه یا پنج مملکت بیرونی بود که تاثیرگذار بود در روابط سلطنتی افغانستان و بعد از او در رابطه با کمونیست‌های افغانستان یک حکومت کلانیک بود که او البته چی بود. اما به مجرد آمدن روسا در افغانستان یک حالتی کاملا تازه در افغانستان به میان آمد که او به وجود آورده شدن گروه های جهادی در پاکستان بود و در ایران بود. یعنی عوضی که یک قطب در داخل افغانستان قدرتمند می بود و رابطه مستقیم با بیرونی ها می داشت، ما در پشاور 7 قطب مختلف را دیدیم که خلق شد و همچنان در مشهد 7-8 خلق شد و هر کدامی از اینا رابطی با بیرونی ها خلق کردن. چند قطبی شدن یا چند محور شدن قدرت در داخل افغانستان توسط بیرونی ها شد و جنگ های نیابتی سالهای 1990 در افغانستان ای را به یک بحرانی بسیار کلان کشاند که هر گروهی با یک کشور یا چند کشور دیگر در بیرون و با استخبارات مختلف رابطه قائم کردن و بالاخره در با آمدن امریکایی‌ها که ما میگیم یک نه کشور بعد 50 و چند کشور دنیا از طریق ناتو و بیرون از ناتو به افغانستان کشانده شد. تمام اینا در افغانستان با این جزیره های قدرتی که خلق کرده بودند به نام اقوام، به نام احزاب، به نام بسیار چیزهای دیگر در اینا هنوز هم با اونا رابطه دارن. امروز قدرت اساسی یکی طالب است، دیگهش یک قدرت نامتمرکز و اصطلاح نابهم پیوسته ضد طالب است. یعنی ما با دو عامل، یکی یک دستر، یکی متفرقتر مواجه هستیم. شما این روند تا یک سال تا دو سال چی گونه میبینین؟ خب سوال بسیار مهمی هست. شما ببینین در این مقطع در تاریخ افغانستان ما طالب داریم، در یک واقعیت است اما یک حقیقت تا هنوز نیست و در پهلوی از او گروه های دیگری هم هست که خود میخوان نمایش بدن که اونا هم هستن، ما مثل آقای کرزی و کسای دیگری از داخل. ببینید امروز ما و شما در اینجا مابین خود صحبت داریم اما آقای کرزی هر روز با CNN، با الجزیره، با کجا کجا بحث داره و همچنان نسخه های پیشکش میکنه که با طالباشون آخته شود، با طالبا تعامل شود. اینا هم قدرت هاییست که مردم افغانستان اینا را دستشان را در حقیقت از اینا ششتن. بیرونی ها هنوز هم چون کسی دیگری در میدان نیست باید با اینا رجوع بکنن و از اینا یک چیزی بسازن.
اما در پهلوی از او ببینین قشر جوان افغانستان امروز که یک قشر بسیار بزرگی است که در 20 سال گذشته در افغانستان تربیت دیدن، تعلیم دیدن و یک عالم امکاناتی تازه مهارت ها به دست از اینا افتیده، یک قسمت از اینا را البته مجبور ساختی شرایط طالبا که به اصطلاح فرار مغزا صورت گرفته. ما از این البته بسیار زجر میبریم، اما در پهلوی از این جوانای زیادی ما هم خصوصا از قشر خانم ها در افغانستان وجود دارن که یک قدرتی واقعی هستند. اینا هستن که 65 تا 70 درصدی مردم امروز افغانستان که جوانترین کشور ممکن از لحاظ دموگرافی از لحاظ نفوس در دنیا بوده باشه اینا میسازن. اینا رو ما نادیده نمیتونیم بگیریم. اینا قدرتی هستن که در برابر طالب قرار گرفتن و میگیرن و خواهند گرفت. اگر طالب خشونت ها رو از سر بگیره، خشونت های سنتی و خشونت های ذاتی خوده که آیستا آیستا گزارش های تازه میرسانه که خشونت های دوری اول خود دوباره از سر گرفتن، اجباری کردن ریش است، ممنوعیت زنان در بیرون از خانه بدون محرم و از این قبیل مسائل زیاد شد و در این حال سرکوب زنان و تشدید کشتار و اختطاف نظامیان سابق، یعنی وضع میره به طرف یک نقطه غلیان. یعنی با این توجه شما تصویری که میدین از این است، ما بدون کمک جامعه بین المللی با وجودی مشکلاتی را که اونا خلق کردن در پهلوی از او یگانه به اصطلاح منبع کمک برای حل مشکل افغانستان هم هنوزم جامعه بین المللی است. بدون کمک بین المللی چرا باید کمک کنه به افغانستان؟ اونا منافع خود از دست دادن، رفتن، بسیار رسوامیز و دیگه در افغانستان حضور ندارن. چرا باید افغانستان اونا دوباره حفاظت بکنن؟ اگر افغانستانی که مسئول نبوده باشه، یک افغانستانی که در اونجا امنیت وجود نداشته باشه، یک افغانستانی که در اونجا غربت یک واقعیت باشه و در اون جایی که ممکن است یک مواد مخدر از حد زیاد تولید شود. مواد مخدر یکی از ضرورت های بازار سرمایه‌داری است، خوششان میه و بعدشان نمیه. اینال اینجا یک باخت استراتژیک که ما میبینیم در افغانستان پس از خروج بسیار نابنگام امریکایا. بعد از این باخت یک نوع شکست روانی در اردوی امریکا پیدا شده، در جامعه روشنفکری امریکا پیدا شده. اونا نسبت به متاسفانه آقای محمود به اصطلاح اونا مشکوک شدن. برداشت ما مختلف است از چیزی که شما میگین. بسیار امریکایی ها را البته طالب ها و دیگر ها اطور فکر میکنن که اینا باختن. باختی از اینا اگر بود هم باختی بسیار مهمی نیست. اینا بردهای بسیار زیادی دیگری دارن و برنامه های ممکن بزرگتری در منطقه داشته باشن که ما هنوزم متوجه از اون نیستیم. ببینین اینا دراز مدت فکر میکنن، ما کوتاه مدت متاسفانه فکر میکنیم روی موضوعات. امریکا در 20 سالی که در اونجا بوده حدود $1 تریلیون میگن اینا در جنگا در اونجا مصرف کردن، اما این پولا در اونجا مصرف نشد، این پولا در امریکا مصرف شد و اقتصاد امریکا را زنده نگه داشت و قدرتمندتر ساخت. شرکت های بسیار کلانی که در تولید اسلحه و در خدمات برای عساکر و اینا چی کردن، اینا بسیار پولای انگفتی رو به دست آوردن و یک مقداری که میگن $100 میلیارد ممکن بوده باشه به نام کمک های انسانی در اونجا خرج شده، 70 چند میلیاردی از او برای بالای پلیس و قوای امنیتی افغانستان مصرف شده بود. که او هم البته منظورتان از این برشماری دادن آمار ای است که اونا روز دوباره برمیگردن؟ نه، ممکن ضرورت به برگشتشان نبوده باشه و اگر ضرورت هم شوه من یقین دارم که برخواهد گشتن. من میگم که اینا نباختن، باختی از اینا را ما فکر میکنیم باخت است، اما خودشان یک حساب دیگه ای دارن. در طول اینمی 20 سال 800 هزار عسکری امریکایی در افغانستان رفت، خدمت کرد و تجربه مستقیم جنگی آموخت که این یک برد بسیار کلان است. بزرگترین بمی از اینا
به نام مادر بمها در کجا امتحان شد؟ استاد این مادر بمها یک مادر تبلیغاتی، یک مادر بمهای خیالی نبود؟ نه. به این صورت شما برمین ببینین اون جایی که بم کفانده شده، برین ببینین وجود داره. این حالا این بم نیازی نبود که در افغانستان انداخته شود، در یکی از دشتای امریکا میشد تست شود. نه ببینین، اینا در حالت جنگی، در یک حالت خیالی نه، در یک حالت واقعیت جنگی تجربه جنگی حاصل کردن. اینا را ببینین چقدر جنرال های از اینا ویسلا صاحب منصبی جنرالی شدن. امیال میفهمین 17 جنرال بزرگ امریکایی که در افغانستان رهبری قدرت های نظامی امریکا را در اونجا رهبری میکردن، امروز جزی بردها یا معایت مدیره بزرگترین شرکت ها هستند. چقدر پول ها اونجا پیدا میشه، چقدر مسائل دیگری هست. ما ببینین ما برد و باخت از دو نظر مختلف میبینیم. امریکایی از نظر ما نمیبینن یه بری از اینا باخت فیزیکی و باخت حضوری خوب پیش آمدن. یعنی باخت اینا دیگر در افغانستان حضور ندارن. نظارت کامل بر استراتژی چین و روسیه ندارن. اینا واضحا شکست خوردن. یک چیزی دیگر فراموش نکنید، در 20 سالی که اینا در افغانستان بودن هیچ کاری بر ضد مستقیمن بر ضد چین و روسیه کرده نمیتونستن. حتی قبل از اینکه امریکایی ها به افغانستان حمله بکنن، روسا 25,000 عسکر در سرحدات تاجیکستان و افغانستان داشتن تا نگهداری از سرحدشان بکنن. این 25,000 عسکر چی شد؟ به مجردی که امریکایی ها به افغانستان آمدن، روسا 25,000 عسکر خود پس بردن به روسیه. چرا؟ تا وقتی که امریکایی ها در افغانستان بودن، توقعی بود که امریکایی ها او سرحدات نگهداری بکنن و بر ضد روسیه و بر ضد چین هیچ عملی صورت نگیره. اینالی اجازه بدید پایگاه نظامی دوباره تقویت شده، حالا با یک پایگاه عظیم بعد از اینکه امریکایی ها برآمدن، 20,000 عسکر روسی دوباره در سرحد تاجیکستان آمد. چرا؟ بریاز از اینکه امریکایی ها در این 20 سال سرمایه گذاری که در افغانستان کردن با یک تعداد زیاد افغانایی که در این چیز امنیتی بودن و عسکر بودن دیگه بودن، اینا ممکن است در خدمت امریکا دوام بتن. اونایش هم که به امریکا آورده شدن ممکن است دوباره روان شوند. از کدام راه؟ در کجا؟ این کار استخباراتی مسئله دیگه است که اونا خودشان بهتر میدانن. اما ببینین یعنی اینا روان میشن؟ احتمالی از این که هست روان شوند، منظور ما این است که حالا که اینا از منطقه برآمدند و یک حکومتی دهشت افغانی تروریستی جهانی را پشت سر گذاشتن، این یک محیط آماده ساختن که حالا بتانند بر ضد رقبای منطقویشان که روسیه و چین و ایران بوده باشه، هر چیزی که خواسته باشن و بتانند میتانند بکنن و خواهند کرد. شما حالا پیش بینی شده روان است، روسا هم چقدر در تشویش هستند که مسئله داعش و مسئله چیوچنان بسیار زیاد است و اسلام و امنیتی منطقه را برهم خواهد زد. اونا از ما و شما که درکی بهتر دارن که امریکا حالا بیشتر امکانی ایر خلق کده تا بر ضد رقبای منطقویش که چین و روسیه بوده باشه و ایران بوده باشه کارایی را انجام بده. در ظرف ممکن 16 ماه گفته بودن خودشان یا تا 2 سال اگر شرایط به قسمی که دوام داره. ببینین وضع در داخل افغانستان هرج و مرج دوام خواهد کرد و طالب قدرت خود به این شکلی که امروز داره ممکن نگاه کرده نتانه، قسمت های افغانستان از دستشان بره و در اون صورت اینا بتانن با آسیای میانه این وحشت و دهشت ببرن و زیادتر. اصلا هدف اساسی امریکا ایست که چین اجازه نده یک راه و یک پروژه کلان اقتصادی، یک راه و یک کمربند خود One Belt One Road او را نتانه تطبیق بکنه و همچنان روسیه را اجازه نتن که بتانه دوباره آسیای میانه را بلع بکنه، دوباره او را تحت نفوذ خود قرار بده و همچنان ایران را نگذارن که به قدرتی هستوی که تلاش داره او را به میان بیاره.
اما اینجا میدان باختن، میدان پشت سر گذاشتن، یعنی فیزیکی میدان باختن. اینجا زمانی که در داخل بودن هیچ عملیات نکردن. شما میفرمایید که وقتی که پای خود کشیده و رقیبای خود داخل یک مرداب انداخته، آل جنگ یک خصلت یک دیگه به خود میگیره. بله. از کدام را؟ از رای پاکستان؟ شما ببینین امریکایی ها امکانات بسیار فوق‌العاده زیادی غیر مستقیم دارن، تیاره های بی‌سرنشین فوق‌العاده زیاد دارن، راکت های بسیار دورزن دارن، بسیار عزیز تکنولوژی. اما این راکت ها باید از فضا یک کشور دیگه بگذره بدون اجازه ممکن. اگر امریکا خواسته باشه، اگر امریکا خواسته باشه که به یک جای به اصطلاح بزنه، بغیر از چین و روسیه و چند کشور دیگه که در اروپا وایشان یک جای هستن، اینا البته پشتی حرفا نمیگردن، کار خود خواهد کردن و میتونن بکنن. معذولی از میگم که ما باید زیاد به این پروپاگندای طالبا که ما میدان آوردیم و شکست دادیم و چوچینان، باید زیادتر گوش نتیم که واقعیت چیز دیگری است از او ادعایی که طالبا میکنن. امریکایی‌ها هنوزم قدرتمند هستن، هنوزم بسیار چیزها را میتونن. اما به مولی از من میگم که جامعه بین المللی با امریکا بی امریکا هنوز هم یکی از منابع عمده حل مشکل افغانستان شده میتوانه. من یک پیشنهاد دارم، اگر اجازه بدین خدمتتون میگم که چی است. من امیدوار هستم در چند روز آینده به ایسی یک آپد ایدیتوریال اپینین یک اونجای نشر شده به زبان انگلیسی. پیشنهاد من این است که او چیزی را که بسیاری از کشورها به شمول چین و روسیه در دوحه، در مذاکرات دوحه از طرف طالبا برشان، یک گروهی از طالبا برشان وعده داده شده بود که او یک حکومت موقتی مشمول طالبا و غیر طالبا بود و هنوزم به نام حکومت فراگیر inclusive government حرفایی را ما میشنویم از اینا و اصرار هم میکنن که وعده داده بودن و وعده را ببینین که کی داده بود. وعده ملا برادر و گروه قنداریایی که در دوحه هستند، یا ممکن است شورای کویته بود، اما شورای دیگر پیشاور و کجا و کجا که البته از حقانیا ساخته شده و از ملا زاکر ساخته شده، اونها افکار دیگری داشتند. اونها در این شورای در این مناسباتی که به اصطلاح وعده‌ای که داده شده بود در دوحه حصه نداشتند و به مولی آز است که ما حالا یک بندوبست دیگری را در مابین فاتحین داریم. فاتحین منظورتون کی است؟ فاتحین یعنی طالبان، یعنی امی طالبایی که یعنی پوتینیان و طالبان. چین و روسیا، چین روسیه و پاکستان در حلقه دوم نمه؟ نه، البته کسایی که زیادتر چینایی ها از بردی طالبا در این شرایط یقین دارم حراس دارن، اما حراس خود نمیتونن علنی اظهار بکنن. اونا از ما و شما که بهتر درک میکنن که آل منافع چین در افغانستان بیشتر تحت خطر است تا در وجود امریکایی ها. با توجه به نکته قبلی شما که در مذاکرات دوحه در پس پرده روی یک حکومت فراگیر و موقت انتقالی بله شده بود و میخواهیم آل بعد از ای که شکسته شد در 15 آگست میخواهیم به عنوان یک راه حل امو تشکیلات حکومتی را بیارن؟ ای که او تشکیلات چی بوده یا چی نبوده او را ما نمیفهمیم، اما یکی از افرادی مهمی که در چی بود در دوحه، ملا دلاور فکر کنم یا شیخ دلاور که آل وزیر معادن است، در یکی از گفتاری که در این نزدیکا داشت در تلویزیون گفت که یک لیست 15 نفری برشان داده شده بود که در حکومت انتقالی نامشان بیایه. چند نفر را هم یاد کرد که نمیم بچه فلانی و... یاد کرد بچه مارشان بله. یاد کرد بله. اونا. خب ببینید یک چیزی بوده اونجا، اما من میگم که در شرعال چون او موضوع از بین رفت، پیشنهاد ما چی است؟ ما باید به اصلی حکومت انتقالی را باید اصرار سرش داشته باشیم، اما نه به ساختاری که اونها در نظر داشتن
که آلا غیر ممکن است. پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد ما این است که بسیاری کشورهایی که در افغانستان علاقمند هستند نماینده های خاص به ارتباط افغانستان دارند. چین، روسیه، ملل متحد، ایو، هندوستان، همگی، ایران، ترکیه، همگیشون دارن. این تعداد از اینا چند تا است هنوز من نمیفهم. اما من میگم که اگر اینمی نماینده های خاص یک جای شوند، یک گروهی اداری صلح را، صلح بین المللی، یک گروه بین المللی صلح به ارتباط افغانستان را تشکیل بدن و در پهلوی خودشان یک تعداد از افرادی مجرب افغان و قسم مشاور در پهلوی خودشان داشته باشند. اونا معلومات دارن، اما افغانای متبهر و به اصطلاح کمک کننده در پهلویشان باشه به حیث مشاور. اینا دعوت بکنن که اقشار مختلف جامعه افغانستان به شمول طالبا افرادی را برای یک کمیسیون ملی صلح افغانستان جور بکنن، برای او پیشنهاد بکنن که مثلا هر گروهی 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر که میخوان در کمیسیون ملی صلح افغانستان، نه کمیسیونی که دولت قبلا روان کرده بود، اینمی کمیته بین المللی و کمیسیون بین المللی با کمک مشاورین افغانش، امی افرادی را که چی شدن پیشنهاد شدن برای یک کمیسیون ملی، اینا را بررسی بکنن به لحاظ صداقتشان، به لحاظ فهمشان، به لحاظ برداشتی متفاوتی که در جامعه دارن، ما اینا بتانن بعد از او اینمی کمیسیون ملی که به پیشنهاد مردم، اقشار مختلف مردم به دست آمده، اینمی ها را چی بکنن؟ تشکیل بتن. ما وقتی که اینمی چی را داشتیم؟ کمیسیون ملی صلح را، اینا بعد از او از مردم افغانستان، از طالبا و غیر طالبا، هر کسی دیگه، از اقشار معلمین، استادان دانشگاه، کارگرای چی، هر جوانا پیشنهاد بکنن یک تعدادی را برای یک پوستای کابینه، پوستای مسلکی کابینه برای یک حکومت انتقالی. آیا یک عامل فاتح به نام طالب و پاکستان آیسای این طرح همه پذیره؟ اگر جامعه بین‌المللی حالا بالایشان فشار آورده روان هستند، اگر این فشارهای جامعه بین‌المللی کارا نباشه، هیچ چیزی دیگه کارا شده نمیتونه. من میگم اگر ما با اینمی پیشنهادی را که داشته باشیم به حیث افغانا برای جامعه بین‌المللی که ما را کمک بکنین در این راستا، ما یگانه راه موفقیت ما همیست. ما میگیم بعد از او اگر ما بتانیم یک حکومت انتقالی را از طرف اینمی کمیسیونی صلح ملی که ساخته شده با کمک جامعه بین المللی، اینمی حکومت انتقالی 20 نفر از 30 نفر از هر چی که هست، اما با یک شرط: هر کسی که در این حکومت انتقالی که عمرش ممکن است 2 سال، 3 سال، هر چی که بوده باشه، در ختم او دوره برای 10 سال در حکومت های آینده افغانستان و در سیاست افغانستان باید دست نداشته باشه. چرا؟ حکومت های موقتی همیشه برای خود کار کردن در دوران موقتشان، اما قسمی که کرزه ای کرد، حکومت موقت بود، انتقالی شد و بعد از او باز 2 دوره دیگه هم 13 سالی در قدرت ماند و برای خود کار کرد و بالاخره مملکت به تباهی کشید. ما میگیم این دوباره باید چی نشه، تکرار نشه. ما میگم که اگر ما بتانیم اینمتر یک روندی را پیشکش بکنیم و یک حکومت انتقالی مردمی که نه از طرفی بچه فلان خان یا خسربرای فلان خان یا بچه کاکای فلان خان در حکومت نباشه، وظیفه اینمی حکومت انتقالی چی خواهد بود؟ غیر از اداره عادی روزمره، وظیفه اساسی از اینا تصویب یا تعدیل قانون اساسی است که باید حکومت غیر متمرکز بسازه، حق اداره محل به خود مردمان محل بسپاره، هیچ کس حق تقرر از مرکز در هیچ دایره نداشته باشه بدون تصویب کمیته یا کمیسیون های انتخابی مردم، و افراد سیاسی در تمام نقاط مملکت از ده و ولسوالی و ولایت تا حکومت محلی، پوستای سیاسی همه کش باید انتخابی باشه و پوستای مسلکی باید استخدام شوند
توسط خود محلات. با این اوصاف شما در چه مقیاس باور دارین که چنین چیزی شوه؟ یکی دیگه ای که اگر چنین چیزی که شما توضیح دادین نشوه چی میشه؟ یگانه راهی بیرون رفتی واقعی و شکلی در از مدت از مشکلاتی فرهنگی سیاسی افغانستانی که ما امروز به میراث داریم و طالب آخرین شکلی از او است که به میان آمده، اینمی راهی است که ما میگیم اگر جامعه بین المللی به ما کمک نکنه و این قدم ها به مرجع عمل قرار داده نشوه و ما صاحب یک حکومت انتقالی و صاحب یک قانونی اساسی تازه مردمی نباشیم، افغانستان در اینمی بلای امروزی که قرار داره از این که بدتر خواهد شد و مردم همیشه در خون و آلام گرفتار خواهد بودن و ما در افغانستان نمیتونیم آینده ای را که در او رای حل برای مشکل جامعه ما بوده باشه سراغ بکنیم. بسیار تشکر استاد، بحث ما سازنده پیش رفت و نکته نظراتی که شما ارائه کردین فوق‌العاده مهم و پر واکنش خواهد بود. از اشتراک شما تشکر میکنیم. در مباحث بعدی این مسائل متکی به مناسبات های حوادثی که رخ میده ما پی خواهیم گرفت. با تشکر برنامه را در همین جا به پایان میبریم.